گذر کتاب. ورقی فرض کن، یک روی در تو، یک روی در یار، یا در هر که هست. آن روی که سوی تو بود خواندی، آن روی که سوی یار است هم بباید خوانده. چیزی که سبب شده از زنده بودن را تقریبا با ارزش بدانم و بگویم زندگی تقریبا به زیستنش می ارزد، بعد از موسیقی دیدار با قدیسان است. قدیسانی که همه جا حضور دارند. مقصودم از قدیسان مردمانی است که در جامعه‌ای که به شکل تکان دهنده‌ای بی آبروست آبرومندانه رفتار می کنند. برنامه درگذر کتابی دیگر در کنار یار همشگی مهیار و دوست عزیزم مرتضی با کتاب سلاخانه شماره 5 اثر کورت ونگات. ونگات. بازم من باید شروع کنم دیگه رسم. دیدی تا شبش شروع میکنم. باز من اول شروع کنم دیگه. آره بابا از قبل میدونم دارم ملکه چیز میکنم. مظلوم نمایی میکنم. در مورد این کتاب، خب من چون به عنوان کارشناس اینجا نیستم، بازم اینو باید تاکید بکنم، اینه که من صحبت زیادی نمیخوام بکنم، مثل همه برنامه وقتتون رو خیلی نگیرم، ولی چیزایی که نکاتی که برای من جالب بود، این خب این کتاب یه کتاب ضد جنگه و با زبون طنز نوشته شده. تعریف طنز هم میگه که تلخی ها رو میشه به زبون شیرین و تا حدی خنده دار بیان کرد، اما باز اون طعم تلخ رو میشه توی طنز حس کرد. تو این کتاب هم این اتفاق بارها میفته و طنزش در مورد مرگ و در مورد جنگه. یه جمله کلیشه‌ای داره که مدام تکرار میشه، خیلی هم تکرار میشه بعد از هر اتفاق بعدی که میفته. برای رسم روزگار چنین است. این جمله خیلی تکرار میشه ولی اصلا تکراری نمیشه. جوری که من داشتم کتاب میخوندم منتظر بودم بعد از هر اتفاق این جمله دوباره بیاد، و وقتی داشتم کتاب میخوندم، اگر داشتم توی دلم کتاب رو مطالعه میکردم، به اون قسمت که میرسیدم برای خودم آهنگ میذاشتم، بلند میگفتم بله رسم روزگار چنین است. کاملا شده بود ملکی ذهنم. نکته جالب دیگه این کتاب این بودش که به هیچ عنوان، با وجود اینکه خیلی شکست زمان داشت مثل خیلی کتابای دیگه، مثل نویسنده مورد علاقه هم که شما میدونید آقای رضا قاسمیه، مدام شکست زمان داشت، مکان و زمان تغییر میکرد، اما اصلا این حس خسته کننده رو من تو این کتاب نمیدیدم که مثلا یا سردرگمی که باعث بشه من متوجه زمان و مکان نشم. به محض اینکه اون زمان شکسته میشد، با اولین جمله میفهمیدم که خب الان داره راجب کدوم میخواد راجب کدوم مکان و کدوم زمان صحبت بکنه. این باز اون یه چیز ویژگی بود که توی نثر زیبای کتابش من میدیدم. کتاب در مورد جنگ جهانی دوم بود و اتفاقایی که تو شهر درستر آلمان میافت و بمباران اون شهر توسط متفقین، ولی باز این به صورت طنز بیان شده بود و حتی شخصیت اصلی داستان چی بود اسم بیل پیلگریم بیلی پیلگریم آره پیلگریم
شخصیتش قهرمان پردازی نکرده بود برای اون شخصیت، یعنی قهرمان داستان رو اینجوری توصیف کرده بود که یه قیافه مسخره داره، بدن ضعیف و دراز به شکل بطری کوکاکولا. آره تبدیل کرده بود الان نوشابه. آره اینا برای من نکاتی بود که جالب بود و من چون گفتم خلاصه صحبت میکنم اینجا دیگه ادامه نمیدم، ادامه هم تموم شد. واگذار میکنم به شما. خیلی سریع ادامه رو واگذار کرد. دیگه این قسمت تصمیم گرفتم نصف برنامه رو به خودم اختصاص بدم. آره خب ببین چیزایی که مثلا در مورد این کتاب گفتی همون واقعا این که با یه زبان دیگه با یه زبان طنز یه واقعیت تلخی رو بخوای تعریف بکنی یک هنره. و اینکه یه شخصیتی رو که در هر حال هر وقت، یعنی واقعا همین جمله رو که گفت کوکاکولا، من یعنی ببین تمام مدت که مثلا کتاب یه کوکاکولا میومد تو ذهنم، بعد دیدم اون کوکاکولا مثلا داره حرکت میکنه، کارو داره انجام میده، این خودش خیلی خوب بود. اما بعدش برای آدم یه افسردگی میاره که خب چرا؟ آره اون قسمت یعنی صحنه های عاطفی زیادی رو داره که توصیف کرده در مورد اون لحظاتی رو که حالا توی اون جنگ دارن اون جنازه ها رو جمع میکنن. اینها اتفاقاتی هستش که ناخودآگاه چون خود ما هم طعمش رو چشیدیم و تصاویر رو زیاد دیدیم، تاثیر بیشتری رو مون میذاره زمانی که کتابو میخونی کنار میذاری. مثل اون فیلمایی میمونه که میگن که اون لحظه که داری نگاه میکنی هیچ چیزی برات نداره، اما وقتی که میای بیرون تا مدت ها باهاته. و این کتاب هم به همین صورته. البته من باز مجبورم بپرم وسط، نمیتونم کم حرف بزنم. بازم اون جمله کاملا به نظرم تسکین دهنده است، یعنی وقتی به اون اتفاقای بد کتاب داستانش فکر میکنی جمله ترالفادوریا یادت میاد که میگفت بله رسم روزگار چنین است، منو تسکین میداد. هر بار که ناراحت میشدم از قسمتی از کتاب دوباره خودمو شاید گول میزدم، ولی خب شاید هم نویسنده میخواست این کارو بکنه. که این در واقع اون تسکین نیست، یعنی رسم روزگار اتفاقا رسم بدی است، یعنی از زاویه این کتاب، یعنی به جای اینکه تسکین بالاخره منظورم یه توجیهی داشت زیاده براش. دلیل نمیشه که خوب باشه، عادی میشه ولی طبیعی نیست، از دردناک بودنش کم نمیکنه. میخوای یه استراحت کوتاهی کنیم برگردیم و با مبحث تحلیل جز به جز با مهیار. نه حالا نویسنده یه که من خودم هم از طریق همین سلاخخانه شماره 5 با کاراش آشنا شدم، کتابای دیگه هم ازش چاپ شده تو ایران. قطعا کسی که این کتاب بخونه میره سراغ کتابای بعدیش، اونها رو هم میخونه به خاطر اصلا جذابیتی که در نوع نگارشش هست و اون به قول تو طنزش خاصه، یعنی انتخاب کاراکترهاش. اگه ما وقتی تعریف کنیم جنبه طنزش از بین میره، به خاطر اینکه افرادی رو انتخاب میکنه که سیر حوادث و جامعه اونها رو در واقع به حاشیه رانده، افراد در به حاشیه رانده شده. خیلی وقتها افرادی رو انتخاب میکنه که معضلات روانی دارن، یک روانپریشی دارن و جنس روانپریشیشون کمک میکنه به روانپریش بودن متن، یعنی متنی که شما دارید میخونید یک متن روانپریشه، در فضاهای مختلفی قرار میگیره، حتی مثلا درگیر موجودات فضایی و یوفو، یعنی همه آن چیزهایی که استریوتایپ دهه 70 میلادی 70 80 میلادی مثلا تو این کتاب بوده، شما میبینید که در ذهن این مخاطب اثر میذاره. موجودات فضایی اومدن اینو بردن اداپتش کردن، آوردنش دوباره گذاشتنش اینجا و یه تغییراتی روش انجام دادن و باورپذیرم اصلا خیلی قشنگ بود. و حالا تو میمونی که حالا این واقعیه واقعی نیست و اینا. شکر توی کلامتون من رفتم تحقیق کردم ببینم شخصیت ساختگی یا واقعا کسی همچین ادعایی کرده. ببخشید خیلی ادعا کردن اینطوری. آره ولی می‌خواستم یکی از اون دهه ببین بعد از اینکه ما بعد از جنگ جهانی توی دوره جنگ ویتنام مثلا و اینا یه دوره‌ای داریم به نام جنگ ستارگان، دوره ریگان. خب تو جنگ حتی سینما و اینها در واقع شروع می‌کنن و گزارشات رسانه‌ها و اینجور چیزا روی دیده شدن UFO و حضور موجودات فضایی اصلا تبدیل به یک دغدغه خیلی بزرگی میشه توی خصوصا آمریکا. به نگاه کنی حتی ماشینایی که اون موقع ساخته میشه شبیه موجودات فضایی، شبیه سفینه‌های فضایی ساخته میشه. انسان داره میره به فضا، توجهش به فضا جلب شده، میخواد پا گذاشته رو کره ماه، قهرمان ها میشن نیل آرمسترانگ و امثال هم. ما الان فاصله گرفتیم از اون دوران، البته هنوز رد پاهاش هست، ولی اون استریوتایپ بزرگی که اون موقع بوده. ونگوت اون دیگه موجود نیست. ونگوت از این چیزا خیلی خوب استفاده میکنه، یعنی میاد همه اینها رو یک ذهن آشوب
میگم روان پریشی از اینها درست میکنه و اون رو تبدیل میکنه به راوی خودش که حالا داره روایت یه آدمی که میگم جامعه این رو رونده، شاید رو پیاده رو میخوابه، رو سنگ فرش پیاده رو میخوابه، ولی ذهن در واقع خیلی آدم مهمیه و کلید همه چی هم در دست اونش. انگار دارید یه فیلم مثلا جنگ ستارگان میبینید واقعا، ولی به شکل طنز. ولی در این حال اون چیزی که داره به ما میگه اینه که این روایتی که داره اینجا عرضه میشه، این ذهن روان پریشی که حالا البته شما ممکنه بهش بخندید، همچنان که ممکنه یکی از مجانین رو که کنار خیابون میبینید شما بهش بخندید، این ذهن بازمانده از یک جامعه شدیداً آسیب دیده است، از یک فاجعه است که رخ داده به نام جنگ جهانی. حالا اینجا مثلا درستن رو انتخاب کرده برای اون درستنی که داره تعریف میکنه، که البته میتونید واقعا بیشتر هم بخونید، واقعی این اتفاق فجیع رخ داده. من خیلی خوندم در موردش. در کنارش شما مثلا میتونید تابلو گورنیکا رو قرار بدید، اثر پیکاسو که تابلو معروفیه. اونجا اون اتفاق رو، اتفاقی مشابه اون رو که در گورنیکا رخ داده، پیکاسو داره تصویر میکنه و عین همون فاجعه است. یعنی من همیشه این کتابو که میخوندم تابلو گورنیکا میومد تو ذهنم، چون اونجا هم همین فجاعت رخ داده. خب پس آن چیزی که بعد از، یعنی در یک دنیای به قولی که تو گفتی پسا جنگی، آن چیزی که بر جا میمونه یک خاکستر مرگ این شکلی نیست، اتفاقا یک ذهن آشفته این شکلی هوشمندیه که این هوشمندی دیگه جواب نمیده برای بسامان کردن این جامعه. خب و اون چیزی که تو داری تو این کتاب میبینی یا تو آثار دیگه ونگات میبینی، یک ذهنیت که داره سعی میکنه این جامعه نابسامان رو منظم کنه و نمیتوانه، بنابراین شاید به افسانه، شاید به فراسوی فضا، شاید به مرزهای دیگری هی داره دست میازه تا یه چیز رو بگیره بیاره اینجا این دنیا رو مرتب کنه و نمیتونه و نتیجهش میشه این. اون سوالی که تو گفتی به نام چرا که بی پاسخ میمونه، نقطه شروع همه کاراکترهای او در واقع شاید همون چراست. یعنی وقتی تو با یه فاجعه روبرو میشی که هی مدام از خودت میپرسی چرا و نمیتونی جوابی به این چرا بدی، ذهنت شروع میکنه چیزهایی رو ساختن، در جای دیگری دنبالشون گشتن و اونها رو به این مکان احضار کردن. یعنی این سبکشه شاید... یعنی کتاب دیگه شما اینطوریه؟ بله. من برات کتاب دیگه رو بخونم، گونه دیگری، ولی همین نسل رو میبینم. میگم حتی تو توییتاش هم همین نسل رو داره، همین جنس نگاه رو داره. این طنز به اون طنز مجانین یک جورهایی در واقع مفریست برای بسامان کردن، تلاشی است برای بسامان کردن جهانی که از نظر اون ذهن نابسامانه. وجه خیلی سنگین بود. آره من دارم فکر می‌کنم. میشه یه بار دیگه استاد تکرار کنی؟ نه. حالا حاصل این که کتابی که ما روبرویم باش داره در واقع همون حرفایی که شما زدید، داره در واقع یک فاجعه خیلی بزرگی رو در واقع در بک‌گراند خودش نگه می‌داره، ولی در این حال داره تلاش یک انسانی رو نشون میده برای اینکه بتونه دنیای درون خودش و دنیای بیرون خودش هر دوی اینها رو به یک نظم و انضباطی برسونه. البته راه حل به این در این نیست که بگیم چنین است که رسم روزگار این است، چون اون چنین است که رسم روزگار این است تو اون دنیایی که اون آدم داره میبینه رسم بسیار ناخوشایندی است. خب ولی راه حل اصلی آن چیزی است که در این کتاب دارید میبینید. شاید مثلا برگردیم به این جمله نیچه در پایان که اگر انسان هنر رو نداشت قطعا کارش به جنون کشیده میشد. نتیجه کار یک اثر شدیداً جذاب هنری است که یکی از تاریک‌ترین نقاط تاریخ بشر رو به تو نشون میده، تو رو متوجه اون میکنه و در ضمن تو رو متوجه عواقب و پس لرزه‌های عنوان کتاب دیگری از این آدم میفته به نام زمان لرزه، پس لرزه‌های اون میکنه که این انسانی که انقدر ارزشمنده، انقدر خلاقه، انقدر ذهن هوشمند و حساسی داره گرفتار این دوره و زمانه شده. حرف زیاد راجبش، ولی من اگر بحث دیگه رو باز کنم فکر کنم زمانمون، آره نه زمان تموم شدش. من خیلی دوست داشتم در مورد خود کاراکترم صحبت کنیم که خیلی هوشمندانه حتی عینکی بودنش رو توی کتاب آورده. اصلا هر چیزی رو در راستای داستان ازش استفاده کرده. یه نکته دیگه هم شاید اینجا باید بگم اینه که ونگوت خودش در زندگی شخصی خودش خب با چیزهای این شکلی روبرو بوده، اون بخشی که شاید تو علاقه داری بهش، یعنی با ناهنجاری های پس از مرگ، پس از جنگ روبرو بوده.
خب مثلا ادیکتد بوده بعد با این مسئله جنگیده، نشانه های این رو شما در این اثر میبینی؟ یعنی تو همین کتاب مثلا در مورد ان ای حرف میزنه، یه اشاره ای بهش میکنه در همون حدی که یک آدم عضو ان ای میتونه بهش اشاره کنه، یعنی اینکه و این رو دست و شعار اونها رو مدام میاره تو کتاب و در این حال این تصویر رو به ما میده که در این شرایط اینگونه باز آدم ها همدیگر رو پیدا میکنند و به همدیگه کمک میکنند تا بتونند سلامت رو باز بیابند و این هم چیز ارزشمندیه در موردش. درست. زمان برنامه تموم شد، ممنون. کتاب تونخ بابام اثر جاستین هالپن، ترجمه سیمین آزمون، نشر قطره. بعضی وقتا شانس در خونت رو میزنه و تو حالیت نمیشه، اما موقعی میفهمی که کار از کار گذشته، اون وقته که پدرت حسابی در میاد. این کتاب که با نگاهی طنزآمیز نوشته شده، صحبت‌های نویسنده و پدرش درباره موضوعات متفاوت رو در بر میگیره. لری نوتارو نویسنده یک کتاب دختران سبک مغز، یکی از پرفروش‌های روزنامه نیویورک تایمز درباره این کتاب گفته تونخ بابام کتابی به واقع خنده‌دار و جذابه. جاستین هالپرن تیرهای شادی بخش خنده رو بی امان به سوی ما پرتاب می‌کنه. وی قادر در بخش کوچکی از یک پاراگراف واژه‌ها را از طنزآلود به مشمئز کننده و سپس تأثیر برانگیز به گونه یک دست سامان ببخشه. داستان کوتاه حمله به آسیاب اثر امیل زولا. ساعت 3 بعد از ظهر بود. توده بزرگی از ابرهای تیره و سیاه که خبر از طوفانی قریب الوقوع را میداد به تدریج پهنه آسمان را فرا میگرفت. سرخی آسمان و ابرهای مسی رنگی که رو به تیرگی بودند، دره رک و روز را که معمولا زیر آفتاب بسیار زنده و خرم مینمود بدل به جای خطرناکی کرده بودند که سایه های ناشناخته دائما در حرکت بودند. افسر پروسی راضی شده بود که دومینیک را زندانی کند و چیزی درباره سرنوشت او نگفته بود. از ظهر به بعد فرانسواز حالت آدم‌های مارگزیده را داشت. زولا در این مجموعه و نیز دیگر آثارش به سیر تحولات اجتماعی و اقتصادی در آن دوره پرداخته و در برخی از آثارش به وضعیت زندگی کارگران و تسلط سرمایه و بورس بازی در نظام سرمایه‌داری پرداخته است. اما حمله به آسیاب داستانی از زولاست که اولین بار در مجموعه داستانی با عنوان شب‌های مدان به چاپ رسید. برگی دیگر از درگذر کتاب ورق خورد و این یعنی صفحه بعد.